سیامک پورزند از روزنامه نگاران قدیمی ایران در سن 80 سالگی در تهران خودکشی کرد. او در سال 1379 بعد از بازگشت از کنفرانسی در برلین بازداشت و به 11 سال زندان محکوم شد و از آن زمان تا پیش از مرگش ممنوع الخروج بود. سیامک پورزند کار مطبوعاتی را از سال 1331 با روزنامه باختر امروز به مدیریت حسین فاطمی وزیر خارجه ایران در دولت محمد مصدق آغاز کرده بود. آقای پورزند همسر مهرنگیز کار، وکیل و فعال حقوق بشر بود. لیلی پورزند، دختر سیامک پورزند از تورنتو کانادا با ماست. خانم پورزند، چطور شما خبردار شدید از خودکشی پدرتون؟ قبل از هر چیز من دوست دارم بگم که پدر خود رو آزاد کرد، خودکشی نکرد، خودش رو آزاد کرد، شجاعانه این کار رو کرد. دوم این که یک اصلاح کنم، مطلب شما رو، پدر به کنفرانس برلین نرفته بود، مادرم بعد از برگشت از کنفرانس برلین دستگیر شد. پدر رو به دلیل فعالیت‌های مطبوعاتیش دستگیر کردن در یک سال بعد از کنفرانس برلین و ربطی به کنفرانس نداشت. متشکرم که اینو تصحیح کردید، ممنون. خواهش میکنم. چگونه با خبر شدیم؟ ما روزانه چندین بار با پدر در تماس بودیم، اعضای خانواده. این روند زندگی سالیان سال ما بود از زمانی که ایشون رو حبس کرده بودند و بعد در خانه حبس کرده بودند. دو ساعت یا بین سه ساعت، دو تا سه ساعت قبل از اینکه ایشون این کار رو انجام بدن، من با ایشون تلفنی صحبت کردم. حالشون چند روزی بود مساعد نبود و قرار بر این بود که به بیمارستان منتقل بشن. داشتم رضایتشون رو میگرفتم که به بیمارستان برن و ایشون گفتن که از من خواستن که فردا، یعنی دیروز در واقع جمعه، به بیمارستان نرن و شنبه برن. گفتم چرا؟ گفتش که برای چی برم بیمارستان؟ دوباره میرم، حالم خوب میشه، میام و همین زندگی رو باید ادامه بدم بدون امید دیدار شما. گفتم نه، خوب میشی، میری بیمارستان مثل همیشه، برمیگردی و انشالله دیگه هشتادت که بگذره دل آقایون به رحم میاد و به زودی میای بیرون. گفت باشه، پس به من اجازه بدید که به جای فردا پس فردا برم بیمارستان. گفتم چشم، هر جور راحتی، پس فردا یا روز بعدش برو. گفت کی دوباره زنگ میزنی؟ گفتم 12:30 شب ما بود. گفتم من 2 ساعت میخوابم، ساعتو میذارم و دوباره بهتون زنگ میزنم، اگرم شما کاری داشتید زنگ بزنید. ساعت 3 بعد از نصف شب مجدد زنگ زدم، بر نداشتن. نگران نشدم، فکر کردم یا خوابه یا رفته بیرون راه بره. 7 صبح زنگ زدم، بر نداشتن، نگران شدم. 8 صبح زنگ زدم، غریبه گوشی رو برداشت. گفتم، صدا کردم پرستارش رو، گفت من ایشون نیستم. گفتم آقای پورزند کجان؟ گفتن شما. گفتم دخترشون هستم. گفتن به رحمت خدا رفتن. و بعد به تدریج متوجه اصل موضوع شدم. از گفتگویی که با پدرتون داشتید، تلفنی که الان صحبت کردید، به نظر میاد که خود شما هم آگاه شدید از این که پدرتون مدت هاست که واقعا روحیه خوبی نداشته. پدر همیشه روحیه خوبی داشت. پدر چیزی که درش مشخص و بارز بود، حتی در دوران زندان سنگین و زیر شکنجش، این بود که زندگی رو دوست داشت. پدر چیزی رو که دوست نداشت در این سالهای اخیر، این گروگان گرفته شدنش بود برای اینکه اونجا باشه، حق خروج از کشور رو نداشت. زندگی به این شکل رو دوست نداشت، خسته شده بود از زندگی به این شکل و تلاش هایی رو که سالیان سال ما کردیم از هر طریقی که تصورش رو بکنید و همه مدارکش موجوده، از نامنگاری های ما، از التماس های ما، از نامنگاری های ما به مقام، مهمترین مقامات کشوری و دولتی و مذهبی تا رده های سفارتی، همه موجوده. اینکه چرا یک مرد 80 ساله رو نمیذاشتن بیاد بیرون از کشور حتی 2 هفته و فرزندانش رو ملاقات کنه، این خونبهای اون عملی هست که اون در واقع جمهوری اسلامی انجام داد. و پدر به سکوت نمرد، به اعتراض خودش رو خودش زندگی خودش رو تمام کرد، این نوع زندگی رو که بهش تحمیل شده بود، و این حرکتش یک حرکت اعتراضی نمادین بود. لیلی پورزند، میدونم براتون ساده نبود، ولی متشکرم از اینکه امشب با ما صحبت کردید.